مرکب حرف‌های خامنه‌ای در زمینه حمایت از مذاکرات هسته‌ای خشک نشده که رسانه‌ها و چهره‌های شاخصی از این باند بی‌اعتنا به اصل حمایت خامنه‌ای از مذاکرات هسته‌ای خط خودشان را می‌روند و انگار نه انگار که خامنه‌ای در مورد مذاکرات اعلام موضع کرد و حمایتش را از روند مذاکرات تا آنجا اعلام کرد که پیشرفت و نتیجه مذاکرات را معطوف به لغو تحریم‌های رژیم از جانب جامعه بین‌المللی ندانست. کیهان ولی فقیه برای زدن زیرا به حرف‌های خامنه‌ای جمله‌ای را دستاویز کرده که خامنه‌ای چند ماه پیش در جمع بسیجیان به زبان آورد و گفت: از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشود. ما البته در جزئیات این مذاکرات دخالت نمی کنیم. به این ترتیب کیهان با نقل این گفته خامنه‌ای در چند ماه پیش و با دستاویز قرار دادن آن و بی‌اعتنا به جدیدترین موضع‌گیری او، خط قبلی در ضدیت با مذاکرات و توافقنامه هسته‌ای را پیش می‌برد و وقعی به گفته روز 21 اردیبهشت خامنه‌ای نمی‌گذارد. کیهان شریعت‌مداری طلبکار است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات جدید رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1، هنوز نه نخبگان و نه مردم، یعنی باند ولایت و دلواپسان، از جزئیات این توافق آگاه نیستند. روزنامه باند خامنه‌ای استدلال دولت روحانی را در این زمینه که مذاکرات تحت نظارت خامنه‌ای و با هماهنگی کامل او صورت می‌گیرد رد می‌کند و می‌نویسد: دولت اعلام داشته این مذاکرات زیر نظر رهبر معظم انقلاب و با هماهنگی کامل ایشان انجام می‌شود و از این رو جای انتقادی به عملکرد دیپلماتیک دولت در این عرصه وارد نیست. این منطق اشتباه است. نمایندگان مجلس رژیم نیز ضمن نامه‌ای به وزیر خارجه دولت آخوند حسن روحانی ضمن وعده و وعید نامیدن بعضی از مفاد توافقنامه ژنو به ظریف هشدار دادند که با هیچ وعده و وعیدی از این یافته‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای عقب نشینی نکنند، چرا که باید در این زمینه در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند. آخوند علم الهدا نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد نیز در جمع بسیجیان رژیم در مشهد ضمن تعارفاتی با خامنه‌ای و اینکه او ناظر مذاکرات است به بسیجیان رژیم خط می‌دهد که در زمینه مذاکرات هسته‌ای حواسشان جمع باشد و در صحنه باقی بمانند و می‌گوید: درست است که رهبری این قدرت را دارند، اما اینکه ما کنار بایستیم و بگوییم ایشان در صحنه هستند، این همان حرف بنی اسرائیل به موسی علیه السلام است. اینکه بقیه کنار بکشند و بگویند ایشان هستند و دیگر نیازی به ما نیست، این کار اشتباهی است. یک روز پس از اعلام حمایت خامنه‌ای از مذاکرات، تفسیر و تعبیر سخنانش توسط باند خودش به شهری که گذشت، ضمن اینکه نشانگر فراز جدیدی از تضادهای حاد و فزاینده درونی رژیم است، بیانگر این واقعیت است که دلواپسان باند او که خود در زورآزمایی بین باندهای رژیم به عنوان یکی از قاعده‌های مثلث قدرت در رژیم آخوندی ظهور می‌کنند، اندلزوم رو در روی او هم قرار می‌گیرند. این از تبعات جام زهر و طلسم شکستگی خامنه‌ای است که نمی‌تواند تضادهای لجام‌گسیخته‌ای درونی نظامش را مهار کند و مانند گذشته دیگر حتی حرف‌های خامنه‌ای برای مزدوران باند خودش فصل الخطاب نیست.